سرخط خبرها. پیدا شدن جسد 5 نظامی پیشین افغانستان در پاکستان. تاوان گرفتن مدیر جنایی طالبان از مردم خدیر دایکندی به دلیل گم شدن موتورسایکلش. نخستین سفر خارجی نخست وزیر طالبان. طالبان 28 اسد را رخصتی عمومی اعلام کردند. تعیین مهلت 2 ماهه توسط باشندگان فارس ایران برای اخراج شهروندان افغانستان. و ساخت یک پل در جاغوری به کمک میلیونی یک مهاجر مقیم استرالیا. سلام و درود و سرویس خبری ساعت 6 از شبکه جهانی هزاراورد با من بلقیس بهار و همکارم لاله رحمانی خوش آمدید. مشروع خبرها. منابع از پیدا شدن جسد 5 نظامی حکومت پیشین افغانستان در ایالت بلوچستان پاکستان خبر دادند. یکی از این منابع روز جمعه 26 اسد گفته است که این سربازان در منطقه چاقی ایالت بلوچستان بر پایه‌های برق حلقاوی شدند. ویدیوی نشر شده از سوی گروه جیش العدل نشان می‌دهد که نظامیان کشته شده در بند این گروه بودند. در همین حال یک منبع از ولایت هلمند کشته شدن این 5 نظامی حکومت پیشین را تایید کرده است. به گفته منبع کشته شدگان روزی خان، سمیع الله، سنگری، اسحاق زی و رحمت الله نام داشتند. منبع افزوده است که این نظامیان باشندگان اصلی منطقه چاه میرزای ولسوالی نادری هلمند بودند. بر اساس اطلاعات این منبع، نظامیان کشته شده پس از فروپاشی نظام جمهوریت به ایالت بلوچستان پاکستان فرار کرده بودند. منابع محلی در ولسوالی خدیر ولایت دایکندی میگویند که موتورسایکل مدیر جنایی طالبان در این ولسوالی گم شده و او از مردم 60,000 افغانی خسارت گرفته است. به گفته منابع محلی، موتور حاجی خیاط، مدیر جنایی طالبان در خدیر، حدود 2 ماه قبل در منطقه کورگه، زمانی که به خانه فردی به نام حاجی خداداد به مهمانی رفته بود، گم شده است. یک منبع به هزاراورد گفت که موتور این عضو طالبان 70,000 افغانی قیمت گذاری شده و او 60,000 افغانی از مردم و فرد میزبان به عنوان خسارت درخواست کرده است. به گفته منبع مطابق فهرست شورای منطقه از 500 خانواده از هر خانواده 100 افغانی و 10,000 افغانی از حاجی خداداد که میزبان طالبان بود جمع‌آوری شده است. منبع افزود که رئیس شورای منطقه دیروز پنجشنبه 25 اسد 60,000 افغانی را به مسئولان طالبان در خدیر تحویل داده است. منبع گفت که این مقدار پول از خانواده‌های جمع‌آوری شده که از نیازمندان کمک‌های غذایی برنامه جهانی غذا یا WFP هستند. به گفته منابع طالبان به ساکنان کورگه گفتند که اگر وسیله‌ای در منطقه گم شود، مردم باید پاسخگو باشند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان میگوید که حسن آخوند نخست وزیر این گروه برای انجام معاینات صحی به امارات متحده عربی رفته است. مجاهد جمعه شب 26 اسد در صفحه اکس خود نوشته است که محمد بن نزاید آل نهیان رئیس دولت امارات متحده عربی از حسن آخوند عیادت کرده است. سخنگوی طالبان درباره وضعیت صحی نخست وزیر این گروه و بیماری او چیزی نگفته است. به گفته مجاهد رئیس دولت امارات متحده عربی در جریان عیادت از نخست وزیر طالبان گفته است که کشورش از افغانستان در بخش بازسازی حمایت می کند. او افزوده است که حسن آخوند بر تحکیم روابط برادرانه بین کابل و ابوظبی تاکید کرده است. طی 3 سال گذشته این نخستین باری است که طالبان از سفر خارجی نخست وزیر این گروه خبر می دهند. حسن آخوند سال گذشته هم مریض بود و طالبان اعلام کرده بودند که او برای تداوی به قندهار رفته است. وزارت کار و امور اجتماعی طالبان فردا را به مناسبت 150 سالگرد استقلال افغانستان رخصتی عمومی اعلام کرده است. این وزارت با نشر بیانیه نگاشته
که روز یکشنبه 28 اسد به مناسبت استقلال کشور از بریتانیا رخصتی عمومی است. طالبان چهارشنبه هفته گذشته را نیز به مناسبت خروج آمریکا از افغانستان و تسلط دوباره این گروه بر کشور رخصتی عمومی اعلام کرده بودند. پیش از این امیرخان متقی وزیر امور خارجه طالبان گفته بود که این گروه 28 اسد را هم مانند 24 اسد تجلیل می‌کنند. تنی است که افغانستان پس از چندین سال نبرد حدود 105 سال پیش از امروز در سال 1298 خورشیدی که مطابق است با 1919 میلادی در زمان پادشاهی امان الله خان استقلال خود را از بریتانیا گرفت. رسانه‌های ایرانی گزارش دادند که در برخی از مناطق ولایت فارس بنرهای نصب شده است که شهروندان افغانستان خواستند تا ظرف 2 ماه آینده این ولایت را ترک کنند. این رسانه ها روز جمعه 26 اسد گزارش دادند که بنرها در مناطق تسوج، دشتک و ولی عصر ولایت فارس نصب شده است. بر اساس اطلاعات منتشر شده در این بنرها از مهاجران افغان خواسته شده تا خانه های اجاره خود را تخلیه کرده و به مالکان تسلیم کنند. پیامی که در این بنرها درج شده به متخلفان هشدار داده است که با آنان برخورد قانونی صورت خواهد گرفت. گفته می شود که این بنرها به دستور ساکنان ولایت فارس نصب شده است. این در حالی است که دولت ایران اخیراً اقدامات خود را برای بازداشت و اخراج مهاجران افغان افزایش داده است. باشندگان ولسوالی جاغوری غزنی میگویند که محمد حنیف رحیمی از مهاجران افغانستان مقیم استرالیا 3,300,000 افغانی برای ساخت یک پل در این ولسوالی پرداخت کرده است. منابع محلی به هزار آورد گفت که کار ساخت این پل امروز چهارشنبه 23 اسد در ساحه قلقلای منطقه جاشچل باختوی اوقی این ولسوالی آغاز شد. به گفته او این پل به طول 11 متر، عرض 5 متر و ارتفاع 6 متر ساخته خواهد شد. منبع می‌افزاید که کار ساخت این پل را شرکت ساختمانی و سرکسازی رفاه کارگر به پیش می‌برد و هزینه آن را محمد حنیف رحیمی پرداخت می‌کند. او افزود که کار ساخت این پل به مدت 3 ماه تکمیل خواهد شد. محمد حنیف رحیمی از باشندگان اصلی منطقه چلباختوی پیشی ولسوالی جاغوری غزنی است و باشندگان این منطقه میگویند که پیش از این نیز در ساخت مکتب، پل و مسجد کمک کرده است. باشندگان جاغوری میگویند که با ساخت پل در منطقه قلقلا مشکلات مسافران و انتقال کالا برای مناطق چلباختوی پیشی و چلباختوی اوقی در ولسوالی جاغوری، باشندگان ولسوالی مالستان و ولایت اروزگان حل خواهد شد. ممنون از همراهیتان. تا بعد، خدا نگهدار. We'll be right back.